هفتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری از مقامات سابق امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی در استکهلم برگزار شد. نوری در دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 به حبس ابد محکوم شد. همکارم مهران عباسیان از محل دادگاه در استکهلم گزارش می‌دهد. زمانی که حمید نوری دستگیر شد و شاکی‌ها اون رو به نام حمید عباسی خطاب کردن و گفتن دست داشته و نقش داشته در اعدام‌های تابستان 67، اون در جلسات دادرسی منکر شد و گفت من فقط یک تاجر ساده‌ام، صداهایی که از جلسات دادرسی بیرون می‌اومد. زمانی که به دادگاه بدوی رسید، وکیل‌های حمید نوری گفتن که درسته حمید نوری کارمند زندان بوده، اما فقط در زندان گوهر، در زندان اوین بوده، بلکه نقشی در زندان گوهردشت نداشته و از سال 70 خودشو بازخرید کرده و منکر تمام اعدام ها شدن، منکر زندانیان سیاسی در ایران شدن. اما امروز وکیل حمید نوری گفت اعدام ها در ایران بوده، این رو اظهار کرد که اعدام ها در دهه 60 70 80 بسیار زیاد بوده در ایران، اما حمید نوری فقط یک نگهبان بوده و یک نگهبان در زندان های ایران نمیتونسته نقشی در قتل، کشتن یا حکم دادن به افراد مختلف نقش داشته باشه. از هیئت مرگ و گفت، هیئتی که اینجا اسم ازش برده میشه، اکثرا به مقام ها و پست های بلند پایه در ایران رسیدن. نام ابراهیم رئیسی رو برد و گفت الان در حال حاضر رئیس جمهور، اما خب حمید نوری اگه نقشی داشت میتونست بمونه و الان خب یک مقام بلند پایه در ایران باشه، اما چون یک نگهبان ساده بوده خودشو بازخرید کرده. میخوام از یکی از شاکی ها بپرسم، منوچهر اسحاقی که 13 سالش بوده زمانی که دستگیر میشه و حکم 10 سال زندان براش بریده میشه، همراه برادرش، دو برادرش و یک داییش در زندان گوهردشت بوده، در دادگاه بدوی بارها گفت که حمید نوری رو دیده در نقش های مختلف. خب آقای اسحاقی، شنیدید وکیل حمید نوری گفت فقط یک نگهبان ساده بوده. میخوام خیلی ساده از شما بپرسم، حمید نوری یا حمید عباسی یه نگهبان بود؟ نه خیر، ایشون تو زندان گوهردشت همیشه به عنوان دست راست ناصریان بود و ناصریان به عنوان دادیار حالا معرفی شده بود به اون، و ایشون هر موقع ناصریان نبود ایشون به اون دادیار بود و بارها و بارها تو زندان بدون دو بند ما، بدون چشمن و موقع اعدام هم همینطور ما ایشون دیدیم با چشمای خودمون و ایشون شخصا ما رو میشناسه به اسم. الان چی در ذهن دارین؟ صحنه‌ای که در ذهن دارین از گوهردشت، حمید نوری، بارها اینجا شاکی‌ها گفتن که در نقش شکنجه‌گر هم ظاهر شده حمید نوری، شما همچین چیزی از حمید عباسی، حمید نوری به یاد دارید؟ من چیزایی که خودم دیدم و برادرام خودم تجربه کردیم، ایشون خب وقتی شما به عنوان دادیار زندان توی زندان گوهردشت هستین، بودین، یعنی اون بودش، توی خیلی موارد، تو موارد اتاقای گاز خود ایشون بود و وقتی که ما رو میزدن میکردن تو اون اتاقایی که ما تنفس حتی نمیتونستیم نفس بکشیم، چیزی حدود 40 نفر 50 نفر گاهی وقت 60 نفر توی اتاق دربسته بودیم و تنفس نمیتونستیم بکنیم. زیر درا رو پتو میذاشتن که ما حتی بیهوش میشدن بعضی از بچه ها، و ایشون همیشه بعد از این اتاقای گاز میومد ما رو تو هم گوهردشت، طبق روال همیشگی اسم، فامیل، جرم، و با کتک ما رو میفرستاد توی تونل و ما رو میزدن تا بریم تو بند، تا دوباره برای ورزش دست جمعی هر موقع ما این عمل انجام میدادیم ما رو میوردن اینجور تنبیه میکردن.